در قسمت قبل نحوه ایجاد این مجموعه مونتاژی را بررسی کردیم. یکی از کارهایی که پس از ایجاد یک مجموعه مونتاژی باید انجام دهیم، بررسی و آنالیز تداخل بین قطعات مختلف آن می باشد. برای انجام این کار از دستورات نوار ابزار Space Analysis استفاده می شود. برای شروع دستور کلش را با کلیک بر روی آیکون آن اجرا کنید. در جعبه متن نیم می توانید نام مورد نظر برای این تحلیل را وارد نمایید. با گشودن لیست بازشونده ی تایپ می توانید روش های مختلف اجرای این دستور را مشاهده کنید. برای مثال گزینه کانتکت پلاس کلش را انتخاب کنید. با گشودن این لیست بازشونده نیز می توانید تعیین کنید که تحلیل مورد نظر برای کدام یک از قطعات انجام شود. انتخاب گزینه بیتوین آل کامپوننتس موجب می شود که این تحلیل برای تمامی قطعات مجموعه مونتاژی انجام شود. اکنون بر روی گزینه اپلای کلیک کنید تا تحلیل مورد نظر انجام شود. در قسمت ریزالتس از این پنجره می توانید نتایج تحلیل انجام شده را مشاهده کنید. همانطور که ملاحظه می کنید تعداد 6 عدد تداخل بین قطعات شناسایی شده است. البته توجه کنید که تمامی این تداخل ها از جنس کانتکت و یا تماس می باشد. با انتخاب هر یک از موارد تداخل از این پنجره، در پنجره دیگری به نام پریویو قطعات مورد نظر نشان داده می شوند. همانطور که گفته شد، تمامی موارد شناسایی شده از جنس کانتکت و یا تماس می باشند. این حالت مشکلی را برای مجموعه مونتاژی ایجاد نمی کند. هنگام اجرای این دستور باید دقت کنید که تمامی مواردی که با عبارت کلش مشخص شدند، نشان دهنده تداخل حجمی بین دو قطعه می باشند. در این گونه موارد باید با ویرایش یک و یا هر دو قطعه مشکل به وجود آمده را برطرف نمود. در صورتی که از این لیست بازشونده گزینه Between Two Selections را انتخاب کنید، باید دو قطعه را در محیط گرافیکی انتخاب کنید تا تحلیل مورد نظر برای آنها انجام شود. در ادامه این قسمت می‌خواهیم نحوه استفاده از ابزار کامپاس جهت تغییر موقعیت قطعات یک مجموعه مونتاژی را بررسی کنیم. همانطور که مشاهده می‌کنید می‌توانید با کلیک و درگ کردن
ابزار کامپس را بر روی هر یک از قطعات مجموعه مونتاژی قرار دهید. اکنون می توانید با انتخاب هر یک از محورهای ابزار کامپس قطعه انتخاب شده را در راستای محور مورد نظر جابجا کنید. همچنین می توانید قطعه انتخاب شده را حول یکی از محورهای ابزار کامپس بچرخانید. اکنون در این وضعیت دستور کلش را اجرا نموده و از این لیست باز شونده گزینه کلش را انتخاب کنید. همانطور که مشاهده می کنید، تداخل بین قطعات انتخاب شده به خوبی نمایش داده می شود.